برنامه‌های ارائه شده و تبلیغاتی که از تلویزیون عصر امروز پخش می‌شود به عهده برنامه‌سازان و صاحبان آگهی است و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. بسیار عزیز شو لایو بیت سوزی خاتمی هستم از برنامه عصر امروز عصرامروز.com و همچنین ماهواره ستلایت که در هر جای جهان زندگی میکنید میتونید برنامه ها رو مطابق معمول جمعه عصرها 5 تا 6 بعد از ظهر به وقت محلی لس آنجلس دنبال میکنید. خوشحال هستم که جمعه عصر دیگری هست که در کنار شما و در کنار مهمان عزیز که دعوت برنامه رو پذیرفتن در خدمتون خواهیم بود تا با آقای حامد نیکپی، این جوان بسیار با استعداد ایرانی، دیگه باید بگم یواش یواش ایرانی آمریکایی، چون الان یک دهه داره میشه که تقریبا از ایران به دور هستن و در آمریکا سکونت دارن و به تازگی هم همین روزها موو کردن از سان فرانسیسکو که قبلا در نوردن کالیفرنیا بودن، ملحق شدن به شهر فرشتگان که محلی است که بیشتر به هر حال هنرمندان رو از همه جای جهان به خودش جلب میکنه. خوشحالم از اینکه حامد نیکپی مهمان برنامه لایو ویت سوزی هست. سلامی گرم بهت میگم و خوشحالم که دعوت برنامه رو پذیرفتی. ویلکام. سلام سوزی جان، منم خیلی خوشحالم از اینکه شروع تازه من در لس آنجلس با برنامه شما بود. خاطرم میاد که اولین مصاحبه‌ای هم که در ورودم به آمریکا داشتم در 8 سال پیش هم من بوده، 9 سال گذشته، 8 سال با مصاحبه شما، قبلش هم 1 سال خورده‌ای بودش که بودم، اومدم به برنامه شما و همیشه هم خوشی هم بوده هر وقت برنامه رو با شما شروع شد. قدم برنامه ما برای شما خوب بود، همیشه خوب بود، همیشه همینطور بمونه، همیشه خوب بود. من جا داره اینجا یه یادآوری داشته باشم، چون برای خودم یادآور خاطرات بسیار خوشی بود زمانی که با حامد عزیز آشنا شدم. در کنسرتی بودیم و برنامه کنسرت دیگری بود، هنرمندان گروه کیوسک برنامه داشتن در لس آنجلس همین 8 سال پیش و در بین برنامه از حامد دعوت کردن که به روی استیج بره، که اون موقع من شخصا که آشنایی نداشتم، حالا نمیدونم اگه دیگران آشنا بودن با حامد، ولی به قدری با هنرش، فقط با یک ترانه‌ای که اون بالا اجرا کرد و کاری که انجام دادی، همه ما رو به خودش جذب کرد که خب من که نهایتاً تو این کار هستم، دوست دارم با هنرمند آشنا بشم. سری خودم رو به بکستیج رسوندم و از بچهای گروه کیاسک خواستم که من رو به حامد معرفی کنن. اونجا جزو تماشاچی‌ها بودم، من فکر می‌کنم من اومدم برنامه رو ببینم، دوستان ما رو غافلگیر کردن و خیلی معرفی و اینتروداکشن فانتاستیکی بود و از این همکاری و محبت همکاران در قبال هم من چقدر همیشه خوشحال میشم که به هر حال میدان رو برای همدیگر باز میکنن و معرف همدیگه هستن، که این خودش هم جای بسیار خوشبختی هست. در حال that's how long ago من با حامد عزیز آشنا شدم و در برنامه های رادیویی در گذشته در خدمتش بودیم. حامد نیکپی آهنگساز هست، خواننده هست، نوازنده هست و آلبوم اولش رو که یک آلبوم بدون کلام یا به قول آمریکایی‌ها اینسترومنتال بود رو ارائه داد. از اون موقع تا الان کلن 4 تا آلبوم داره که جدیدترینش نامش هست وصل تو، که لطف کرده این آلبوم رو هم همراه خودش برای من به عنوان گیفت هدیه آورده که قدر میدونم، خیلی هم متشکرم. و حالا در مصاحبه‌ای که امروز با حامد جان خواهیم داشت، برای شما یک سری از میوزیک ویدیوهای فوق‌العاده زیبایی رو هم که با سلیقه خودش برای من گلچین کرده، البته منم پارتی بازی کردم اونایی رو که فیوریتام بوده لابلاش جا دادم تا حامد خبر نداشته، ولی به هر حال کامبینیشن این میوزیک ویدیوها رو براتون در طول برنامه لایو ویت سوزی پخش خواهم کرد. یادآور میشم که پخش مجدد این برنامه هم شنبه صبح ها 11 تا 12 از همین استیشن یا عصرامروز.com هست که میتونید دنبال کنید. قبل از اینی که بریم سر گفتگومون حامد جان، متاسفانه یک خبر ناراحت کننده شنیدم و اون هم درگذشت استاد لطفی بود، که این رو واقعا این خبر درگذشت ایشون رو جا داره که من به جامعه
موسیقیدانان و هنرمندان و همچنین تمام ایرانیان عزیزی که ایشون رو دوست می‌داشتن که طرفداران بسیاری هم دارن و داشتن تسلیت عرض کنم و امیدوار باشیم که روحشون همواره شاد باشه. خب خب روحشون شاد باشه. فکر میکنم از اتاق فرمان یک ایشویی بود که نتونستیم میوزیک ویدیویی رو که من انتخاب کرده بودم از استاد برای شما پخش بکنیم، ولی در هر حال میریم سراغ ادامه برنامه‌مون اگر موافق باشیم. خب برای ما بگو که حامد جان، الان در این مدتی که من با شما صحبتی نداشتم، یه مقدار برای طرفداران نوع موسیقیت که موسیقی به هر حال تلفیقی بوده کار حامد، اونجایی که من به یاد میارم اوایلی که با آشنا شدم، یه سبک متفاوت در موسیقی ایرانی ما با اینی که یه مقدار با فلامینکو در سی دی دومه اگه اشتباه نکنم. درست. چون سی دی اول که بدون کلام بود، بدون کلام بود و بیشتر بر مبنای موسیقی دستگاهی بود، ولی بیشتر فضا سازی با سازهای سنتی بود بر مبنای اون حال هوایی که من نسبت به روزهای اول مهاجرت داشتم، تا اینکه بخوام یا دستگاهی رو اجرا کنم یا بخوام آهنگسازی کرده باشم بدون نواز. آلبوم دوم اون آسوده فلامنکو بود، سومی فلامنکو جاز بود دیوانه تا، و این آخری هم باز فلامنکو کلاسیک هستش. خب پس بنابراین حامد یک سبک متفاوت روی که بهش خودش علاقه داره رو داره روش کار میکنه، به خصوص که خودش هم آهنگسازی ها رو به عهده میگیره و نوازنده هم هست. چند تا ساز کلن خودت مینوازی حامد جان؟ من ساز اصلیم در قبل از دانشگاه و بعد از دانشگاه تار و ستار بوده، ولی چون سازهایی که در خانواده تار و ستار هستن مثل تنبور، عود و ساز ترکیه باقلاما، اینا چون از لحاظ دستانبندی شباهت دارن به ساز تار و ستار، من قاعدتا اونها رو هم میزنم. یعنی اکثر نوازنده های تار و ستار که ساز اصلی دارن اونها رو هم میزنن. ریتم شناسی در زمینه ریتم شناسی هم سازی که روش فعالیت داشتم ساز دف بود، ولی هیچ وقت به عنوان نوازنده پرکاشن یا دف خودم مطرح نمی کردم، ولی اون رو هم درس دادم و این کار رو انجام درس هم میده. ببینین یعنی واقعا وقتی میگیم هنرمند از هر پنجش یه هنری میبانه. خب بگو برای بیننده های برنامه حامد جان، شما که اینقدر علاقه من شدی به این سازهای مختلف و قبل از اینکه ایران منظورم بودی، قبل از اینکه به آمریکا مهاجرت بکنی، چند ساله بودی که این کارا رو شروع کردی؟ اصلا از کجا فهمیدی که این کار میخواد بشه حرفه شما؟ ببینید خب قاعدتا خانواده بی تأثیر نبوده، همیشه نقش مهمی داشته در این قضیه. من از کودکی خب مادرم خیلی تأثیر داشتن که در مصاحبه ها و بایوگرافی هم همیشه ازشون تشکر کردم. حالا یه دفعه دیگه هم تشکر کن، چون روز مادر آمریکایی هم در راهه هفته دیگه، نیکس ویکند. از همینجا از مادر عزیزم خانم عطا تشکر میکنم که اینا به من لطف کردن. ایشون منتظر ما که ما ببینیم همدیگه رو تا ببینیم که کارشون کی درست میشه.
و دلمون هم براشون تنگ شده، ارادت هم داریم خدمتش. Very good. انشالله که زنده باشن همه مادرای عزیز. مرسی که یاد شما این فرصت رو دادین که تشکر کنم. این که پرسیدین که آیا میدونستم که میخوام این رشته رو انتخاب کنم، نه واقعا نه، ولی همیشه موسیقی در زندگی من تاثیر خیلی مشخصی داشته، بارز بوده همیشه. یعنی من چه در دوران دبستان که من از حدود 5 6 سالگی تمرین کردن صدا سازی رو شروع کردم، جالب. از 8 سالگی به طور جدی نوازندگی ستار رو شروع کردم و تا ادامه دادم دیگه، الان 36 سالم. آیا تو خونه معمولا موسیقی های اصیل و سنتی ایرانی میشنیدی و گوش میکردی که درست. تحت تاثیر اونها قرار گرفتی، یا همه نوع موسیقی گوش میکردی ولی انتخابت اون بود؟ ببینید، من همیشه خودم این چیز خوبی رو مطرح کردم، واقعا مؤثره که در دوران کودکی چه فضایی از موسیقی در خونه جریان داره. گرچه باید این استقلال و سلیقه رو اجازه بدیم که برای کودک ها یا بچه ها آزاد باشه که هر چیزی که لذت میبرن، ولی بخشش هم بخش به آموزش هم ربط داره. ای کاش اون موقع من اینو میخوام بگم که کاش موسیقی دیگه رو مثل الان گوش میدم، چون من خیلی سبکای دنیا رو گوش میدم. در اون دوران مادر من چون علاقه زیادی به موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی کلاسیک آذربایجان داشتن، با اینکه ما آذری زبان نبودیم، ولی اینها رو ما گوش میدادیم. منم کودک بودم، ناخودآگاه تأثیر بودم و در اون دورانم تنوع خواننده های سنتی هم مثل الان نبود، اما اساتیدی که بودن مثل استاد شجریان، مثل استاد ناظری و اواخر بعد از اون آقای افتخاری بودن، آقای مختابات بودن و جمال الدین معماری، اینا کسایی بودن که رضوی سربستانی خدا رحمتشون کنه، اینها کسایی بودن که ما میشنیدیم و تحت تاثیر قرار میدیدیم. یه جواب کوتاه بدم برای سوال اصلیتون، در نمیدونستم که آیا این رشته رو میخوام ادامه بدم یا نه، چون من رشتم ریاضی فیزیک بود در دبیرستان، بعد دوباره دانشگاه تهران شدم موسیقی خوندم، ولی در سن 16-17 سالگی دغدغه‌ام بود که آیا واقعا این شغل من همین شد، یعنی برنامه این سوال بود که آیا شغل من هست یا نیست. ایرانم که ماشاءالله ساپورتی برای هنر زیاد نمی‌شد و حالا اینجاشم خیلی از ایرانی ها واقعا، این البته اخیراً شده که خانواده های ایرانی خیلی تازه یه مقداری راحت تر شدن با این مسئله. در گذشته من چون خب میدونی به خاطر برنامه‌هام و کلاً علاقم با بچه های جوانتر و همیشه اینو با من صحبت میکردن بچه هایی که ما پدر مادرامون علاقه ندارن ما به کارها و رشته های هنری بریم، همیشه دلشون میخواد دیگه همه میگن اینو یا دکتر بشیم یا وکیل بشیم یا مهندس بشیم و نمیذارن ما بریم، حالا میخوایم فیلم ساز بشیم، خواننده بشیم، هنرمند بشیم. ولی این داره یه مقداری عوض میشه، این ترند ایز چینجینگ خیلی به خاطر اون بتوان. بله، و واقعا هم به خاطر این هست که خب میبینن که این نوع رشته ها هم میتونه چقدر موفقیت آمیز باشه، و بعدم لازمه به قول شما هر جامعه ای هست که بالاخره ما همه نوع آدم توش داشته باشیم، همه به هم به نظر من یک بدبستونی داریم، همه ما به هم دیگه رو اون عزیزی که طبیب هستش وقتی من بیمار بشم اون هستش که اون عزیزی که داره کار تکنولوژی رو پیش میبره که من کار صدا برداریم انجام میدم، ولی اون عزیزان وقتی که میخوان روحشون استراحت بکنه لحظه در ماشین یا میخوان در سفر باشن یا لذتی ببرن در زندگیشون، به نظر من موسیقی رو نمیشه انکار کرد و هر هنری به نظر من بخشی از انترتینمنت و تفریح واقعا همینطوری که گفتی اون قشر جامعه است. براو به شما، خیلی قشنگ گفتی، به قول آمریکایی‌ها well said. خب حالا داریم راجع به زیبایی و هنر موسیقی و این هنری که واقعا به همه ما روح میده و احساس میکنیم که هر موقع، یعنی من که شخصا اینطوری هم obviously هم برای همین تو این کار هستم، خودم هنری ندارم برای نواختن موسیقی و یعنی ساز موسیقی، ولی همیشه فکر میکنم حتی اینی که شما بتونین appreciate بکنین و قدر بدونین هم باز یه هنری میخواد که آدم قدر هنرمنداشو بدونه. من تو اون زمینه هنر دارم که قدر هنرمندا رو میدونم و دوست دارم که ازتون دعوت بکنم، این موافق باشین، حامد عزیزم هم موافق باشه، از این سی دی جدید که نامش هست وصل تو، نام انگلیسیش هم هست Reaching You، میریم با هم میوزیک ویدیویی تحت همین عنوان رو براتون پخش میکنیم، برمیگردیم که یه مقداری بیشتر از حامد عزیز در مورد این سی دی جدیدش و آیا اینی که تورهای کنسرتی قرار هست برای این سی دی بذاره سوالات بیشتری رو مطرح میکنیم، ضمن اینی که کلاس‌هایی رو هم گذاشته برای دوستانی که علاقه‌مند هستن برن تعلیم صدا و ساز بگیرن که راجب اون هم با هم صحبت خواهیم کرد. Stay tuned. میریم با هم نگاه میکنیم.
عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد، بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد. یک دل بنما که در ره او بر چهره نخال حیرت آمد، یک دل بنما که در ره او بر چهره نخال حیرت آمد، نبسته ماند و نوازه لانجا که خیال حیرت آمد، نبسته ماند و نوازه لانجا که خیال حیرت آمد. از هر طرفی که گوش کردم آواز سال حیرت آمد، سر تا قدم وجود حافظ، سر تا قدم وجود حافظ، در عشق نهال حیرت آمد. سر تا قدم وجود حافظ، در عشق نهال حیرت آمد، عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد، بس قرقه ی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد. بیننده های خوب و عزیز، برنامه لایو ویت سوزی رو با شما و در کنار شما ادامه میدیم و حامد نیکپی عزیز مهمان ما هست. دیدید که چه میوزیک ویدیویی تحت عنوان وصل تو، از سی دی تحت همین عنوان وصل تو یا انگلیسیش ریچینگ یو براتون الان پخش کردیم که مطمئناً شما هم اگه سلیقتون مثل من باشه که قاعدتا هست اگه برنامه های من نگاه میکنید، دیدید که چقدر این میوزیک ویدیو متفاوت هم درست شده بود، اصلا ساختار میوزیک ویدیو به طور کلی، و چقدر هم این آهنگ زیبا بود روی شعر شاعر عزیزمون حافظ. خب اینم تلنت آقای نیکپی در ضمن که روی اشعار شعرهای بسیار خوب ما انقدر قشنگ روش ملودی میسازن. شما تصمیم میگیرین که چه شعری رو پیک میکنین و بعد رو اون ملودی میسازین؟ بله. بعضی وقتا هستش که آهنگسازی، بعضی از آهنگسازها ملودی رو میسازن و براش بعد رو شعر میزنن.
ولی من جوری که بیشتر یاد گرفتم و کار کردم شعرهای مورد علاقه رو سعی میکنم که ملودی که فکر میکنم به اون میاد و به اون حس و حال من میاد رو روش پیدا میکنم و میسازم برای اون شعر. خیلی قشنگ، واقعا به تبریک، خوشحالم که دوست داشتید. برافو. اصلا من خب از طرفداران حامد هستم کلن، ولی واقعا هم این یکی از کارهای بسیار زیبایی بود که مرسی. انجام دادی. کار میوزیک ویدیوش اینا از کی بود حامد جان؟ محمد خیرخواه سینماتوگرافی و ادیت و کارگردانی انجام داد، ولی در پروداکشنش خود من کار کردم و در مراحل پایانیش این ویدیو رو با هم به پایان بردیم، ولی در اصل کار کارگردانی و سینماتوگرافیش کار محمد عزیز است. خب دستشون درد نکنه، کار متفاوت، یونیک و قشنگی بود، ما لذت بردیم. خب حالا برای بیننده های ما حامد جان یه مقداری از این سی دی جدید وصل تو بگو و اینی که که این سی دی آماده شد، چند تا موزیک و قطعه توش جای داره. و من از آلبوم دومم به بعد بدون اینکه اصلا بدم چرا، همه آلبوم رو دارم با 8 آهنگ دادم بیرون، اینو نگه داشتم همه رو با 8 آهنگ بیشتر تقریبا هم اوریج رنج کارو معمولا هم همین 8 تقریبا است. و درسته این آلبوم بیشتر از همه طول کشید، حدود 3 سال طول کشید، پروداکشن نسبتا پرخرجی بود و فرزین فرهادی عزیز میوزیک پرودوسر این کار بودن، ناظر ضبط، ناظر تولید این کار بودن. دستشون درد نکنه، آلفرد هنرمند خوبی هستند، بسیار توانا و بسیار هنرمند، نوازه برجسته ساکسیفون و میوزیک دایرکتور خیلی خوبی بله، هستن برای بله. بندهای مختلف این کارو کردن و 8 سال هستش که من افتخار دارم با فرزین این کار میکنم. چقدر خوشحالم. آلفردو کاسرس هم که از کشور گواتمالا هست در تنظیم ها به من و فرزین کمک کرد. ملودی ها همه کار خودم هست، تنظیم های اولیه کارها کار خودم هست از لحاظ فرم، ولی از لحاظ هارمونی و از لحاظ ارکستراسیون آلفردو کاسرس بسیار زحمت کشیده. مثلا در همین کاری که دیدیم، این ملودی رو که من ساختم به صورت تنگو نبود، این تنگو تنگو استاندارد نمیست، بهش میگن پیازولا تنگو، ارجنتینیان، که ارجنتینیان تنگو هستش که طرفدارای بسیاری داره، که نوازندگی بندونیون، بندونیون یک ساز کوچکتر از آکاردون هستش که اینا میزنن، خیلی زیباست. و این مثلا وقتی من ملودی رو زدم، این آلفردو بود که این رو شنید و گفتش که من فکر کنم بیا این رو روی این بزنیم. برسی من قبلا خودم کار فیوژن فلامنکو انجام داده بودم، بعد زدیم و ساختیم و بعد از یکی از بهترین نوازنده های آرژانتین هم که الان بوده نزدیک 80 خورده سال به نام کوکو تو این افتخارش میتونی کار زدن. و بعد از همینجا تشکر کنم از نوازنده هایی که اسمشون رو نمیتونم بگم به خاطر که در ایران از من خواستن، نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران هستن که ما این کار رو فرستادیم و برخی کارها رو برای ما underground ضبط کردن. دستشون درد نکنه، به هر حال کلی هنرمندان حرفه‌ای دور هم جمع شدن تا این موزیک بسیار زیبا رو آماده بکنن و این سی دی رو در حال در اختیار ما و شما قرار بدن. یه جوری از حرفتون قطع کنم، به مورد نوازنده های این آلبوم و بندی که من باشو کنم از سراسر دنیا هستن. بله، اینترنشنال میوزیشن. الان مثلا این آلبوم آلفردو از گواتمالا است، حسین جفری از کشور خالد ریانه و اپون یادم حالا اومدیم بگیم تقصیر من نبوده، من نبوده سعدم رام گوترا از هند و ما هم که از ایران و از سریلانکا. خب حسین جفری خب نوازنده برجسته که با یانی کار کرده، با تونجا با خیلی از نوازنده ها کار کرده، با حامد کار کرده. نه اذیت اون نکنم، نه کوچولو کوچولی هاشون هستیم. اونا استادی هستن که منم این شانس داشتم در کنارشون. آیا حامد جان از همه قطعات تو این سی دی وصل تو میوزیک ویدیو هم داری؟ از همشون دو تا ساختم. برای دو تا فعلا ساختی؟ اوکی. یکی دیگه هم ساختم که الان امروز البته جزء لیست ها آماده نکردیم برای پخش. و دومیش هم که همین است. Very good. دست درد نکنه دوستان، گفتگومون رو با حامد نیکبه ادامه میدیم. من فکر می‌کنم شاید بریم یک میوزیک ویدیو دیگه برای تنوع برای دوستان بینندمون پخش بکنیم. باز می‌گردیم گفتگومون رو همچنان با حامد نیکبه در برنامه Live with Suzy از تلویزیون عصر امروز ادامه میدیم. با ما باشید. Thank you.
مرکز غم را گذر نیست مرا، گر سرم در سر سودا روید نیست جم سر سوای تو دارم، غم سر نیست مرا، گر سرم در سر سودا روید نیست جم سر سوای تو دارم، غم سر نیست مرا. دوستان بسیار عزیز، امیدوارم که شما هم مثل ما از این میوزیک ویدیوهایی که داریم از کارهای حامد نیکبی براتون پخش میکنیم انجوی میکنید و لذت میبرید. نام این چی بود الان که نگاه کردیم؟ این غزال؟ کار هست آهو، به خاطر اینکه یک سریالی بود در ایران در سال 2004-2005 به نام آهوی ماه نوه. آهنگساز موسیقی متن این سریال رامین بهنای عزیز که نوازنده برجسته پیانو ایران هستن و آهنگسازه برجسته، این ملودی رو ساختن و منم اون موقع رفتم از ایران خارج شدم و بعد انقدر من این کار خودم این ملودی که ایشون ساختن دوست داشتم که همینجور تو کنسرت هم اینو اجرا کردم، یه قطعه آوازی هم بینش اضافه کردم و این اجرایی بود که فکرم سال 2011 در سابان تیتر تو همین بیولی هیلز. بله، ما اونجا حضور داشتیم. چه شب فوق‌العاده، بسیار قشنگی هم برای همه ما به خاطر گذاشتیم. خب برگردیم به کارهای حامد نیکپی، سی دی جدیدش که وصل تو هست. اگر که دوستان بخوان این سی دی رو تهیه بکنن، رو فیسبوک شما باید برن یا روی وبسایت شما hamednikpay.com؟ بهترین جایی که برای این سی دی اوردر بدن cdbaby.com هست. cdbaby.com که خب بله، ولی اونایی که میخوان دیجیتال روی سلفون باشن، آیتونز هست، آمازون هست، ای بی هست، رپسودی هست، گوگل پلی داره. Excellent. اینا رو همه اینا گذاشتیم و اونایی هم که در لس آنجلس هستن در وست وود، آی چمن را، میوزیک بار، شرکت کتاب و همه جا این سی دی رو، همه جایی که به هر حال سی دی ها رو کری میکنن. دست درد نکنه. خب حامد جان، من یه چند تا سوال اینجا از دیشب که میدونستم شما قرار مهمان ما باشین، برای تو فکر خودم آماده کردم و نوشتم که یادم نره. چون هنرمندی هستی که تقریبا حالا نزدیک 8-9 سال 10 ساله که از ایران اومدی، دوست دارم این مقداری ازت در مورد زندگی در آمریکا در مقابل زندگی که در ایران داشتی با من یه هنرمند بپرسم. درست. ببینم آیا به هر حال هر کدوم از ما که از خارج از آمریکا به اینجا میایم، حالا از ایران بیشترمون، وقتی میایم اینجا برای خودمون یه سری آرزوها و اهداف داریم. درست. قاعدتا شما که حتما همینطور بوده با من یه هنرمند، میخوام ببینم که به آرزوهات رسیدی؟ آیا اون چیزی که توی مایند و فکرت بوده زمانی که تو ایران بودی اینجا همون شکل برات هست؟ تا یه بخشش رو اکثر همه ما شاید جوابش رو بدونیم، چون هممون دنیز خواسته ما این بوده که برای موفقیت، برای پیشرفت همیشه علاقه به حرکت داشتیم، علاقه به سفر داشتیم. ولی بخشش که من به عنوان یک موزیسین این کار رو کردم،
خب قطعاً به من این فرصت داده شد که بتونم فعالیت بیشتری داشته باشم در این زمینه، به دلیلی که به طور خودجوش و اوتوماتیکوار من مشکل گرفتن مجوز و نمیدونم این داستانا رو نداشتم که اینو چه که حالا بذاریم کنار که حالا شاید همه بگن و کلیشه ای هست و اینجور داستانا، ولی من چیزی که بیشتر برام اینجا کمک کننده بود، در هنگام خلق اثر، در هنگام تولید اثر، در هنگام اجرای برنامه فشار کمتری از لحاظ قضاوت روی دوش من بود. گفتگوی ذهنی و گفتگوی، این رو به این منظور نمیگم که هر کاری که آدم دلش خواسته باشه بده بیرون، نه، این که آدم روی کارهای خودش سختگیری بکنه وجود داشته، این که آدم بخواد با دقت نظر با اون آموزش‌ها یا با اون دیدگاهی که به نظر ما هست که میگیم یک دیدگاه درسته، یک استاندارد درسته است، با اون استانداردها همیشه زندگی میکنه. درست. ولی گفتگوی ذهنی کمتره، جواب پس دادن کمتره، درگیری پرسونال در کار کمتر بود اینجا برای من و به سرعت کار من اضافه کرد. پس بیشتر تونستی در حقیقت تمرکز داشته رو کارم داشتم به جای اینکه به حاشیه در جانبی بپردازم. در ایران برای نه خود شخص من، برای اون همه ماهایی که کار میکردیم، حاشیه در کار زیادتر بود، درگیری زیاد داشتیم. حالا نمیخوام دیگه بازش کنم که شاید نه میدونم، ولی میخواستم فقط یک ببینید اینجا زیاد تا پرسیده نشه کسی زیاد نظر نمیده در کار. اونجا بخوای نخوای نظر وجود داره، بخوای نخوای دشمن وجود داره، بخوای نخوای از پیشرفت هم دیگه شاید بعضی خوشحال نباشه. اینو برای خودم نمیگم، چیزی بوده که در همه رشته ممکن بود که وجود داشته. حالا این هزار تا دلیل داره، دلیل شغلی وجود داشته، دلیل شخصی وجود داره. برای من مشکلی وجود نداشت. من در آغاز کار حرفه‌ای در ایران بودم، با دوستای خوبی کار میکردم، با گروهی به نام رومی که جز پیشروهای موسیقی بودن در موسیقی فیوژن، با گروه ساقی کار میکردم، عماد منکدار و با پدرام درخشانی در گروه رومی که همه اینا از پیشروهای موسیقی فیوژن بود. ولی اگر هر کدوم از مشکلاتو کنار هم بذاریم، این بودو خسته شده بودم. ولی وقتی که اینجا اومدم، غیر از این در ایران رشته آهنگسازی درس خونده بودم، اینجا به موزیک پروداکشن و بیزنس قضیه هم خوندم و اینجا رو کشوری پیدا کردم که اگر تلاش بکنی جواب رو میگیری. خب پس این جواب مثبتی بود که منم همین حدسو میزدم. فقط میخواستم که ازت سوال کرده باشم. البته عرض میکنم موفقیت نسبیه، من نمیگم که من الان موفق هستم، ولی میتونم بگم که راضی هستم از این مهاجرت. خدا رو در بخش ما هم خوشحالیم که شما راضی هستی به عنوان یک جوان با استعدادی که از ایران اومدی با هزار آرزو و امید و هدفهای خوب، و خوشحالیم که در این راه سوفار هم موفق بودی. البته واقعا حامد جان از زمانی که وارد شد، به خاطر هنرمند بودنش و به خاطر پرسونالیتی واقعا خوبی که داره، به دل خیلی نشست. حالا لغت همه رو هیچ وقت دوست ندارم استفاده کنم. نه، همه اونایی که میشناسنش میدونن، منم که اصلا میدونن اهل اگزاجریت نیستم و در حال این حقیقتیه. خب حالا اینها رو که از شما شنیدیم، میخوام ببینم که حامد کلن از چه شعرهای بیشتر استفاده میکنه و بعد میره سراغ ملودیاش. ببینید در اون سبکی که من یاد گرفتم، که اگه موسیقی سنتی بود، البته من الان موسیقی سنتی کار نمیکنم، ولی ریشه در همون جاست. بله. استانداردهای موسیقی کلاسیکی هستن که حضرت حافظ، از مولانا، سعدی، خیام، عطار، اینا شرنگ استفاده میشه. ولی من در کارهایی که از شاعرای معاصرتری استفاده کردم، از زنده یاد فریدون مشیری، از زنده یاد سهراب سپهری و یک عزیزی رو که جا داره یادش میکنم، خدا رحمتش کنه، استاد عماد خراسانی، من فکر میکنم جزو هم نسلای خودم هستم که بیشترین تعداد آهنگا رو روی اشعارشون کار کردم. براو. و ارادت خاصی نسبت به این زنده یاد دارم که شاید کمی گوشه نشین بودن در دوران زندگیشون در ایران. متاسفانه این اتفاق برای بعضی از هنرمندها میفته، چون هنرمندان ما افراد بسیار حساس جامعه هستن. من چون با همه شما هنرمندا سر و کار دارم، شعرا که مثل این حساس، این یکی رو یاد گرفتم که واقعا قشر بسیار حساسی هستن و شاید برای همین خدا رحم کنه به همم.
در مورد میوزیک ویدیوها داریم صحبت میکنیم، من حواسم به وقتم هست، دوست دارم یکی دیگه از میوزیک ویدیوهای حامد رو بریم بشنویم که نامش هست مدهوش. از آلبوم آسوده بود. بله، اینو خودتون انتخاب کردید. اینو خودم انتخاب کردم. بریم اینو لطفاً گوش کنیم. حالا اگه همش هم وقت نیست یه مقداریشو میشنویم بعد برمیگردیم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. قصه نمیدانم، افسانه نمیخوانم. دردی کشم ای خانه عشقم، سرحلقه صاحب نظرانم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. خب چطور بود آقای حامد نیکپی؟ سلیقه من دوست داشت. بله بله، این مال دوران یه ذره نوجوانی و جوانتری اذیت میکنه. بله، مال چند سال پیشتره دیگه، این تقریبا بعد مال 2009 اینا باید باشه فکر کنم، آخر ویدیو یادم نیست. از آلبوم گفتین آسوده. و واقعا من خب کارهای حامد رو که آبیسی دوست دارم و میپسندم، ولی این اصلا سیگنیچر شماست برای من. لطف. و خیلی از طرفدارای حامد هم با من هم فکر و هم سلیقه هستن. این کجا بود این فیلم برداری به این قشنگی؟ فکر میکنم از رومانتیک و زیبا. من اون موقع هنوز با الی آشنا نشدم، انگار حالا مثلا الان آشنا شدم. تازه بیشتر آشنا شدم. ولی فکر کنم سانتا مونیکا بود، سانتا مونیکا بیچ بود و دوست عزیزم که جا داره از اینجا ازش تشکر کنم، سیامک نصیری زیبا، از دوستایی است که در همزمان با من تقریبا از ایران اومدیم، از دوستان دوران ایران. و اینو با یه دوربین فکر میکنم اینقدی کوچولو ما بعد چقدر خاطره یه آرزو می روز پشت صحنه های اینو ما ادیت کنیم بدیم بیرون. جالب و دیدنی خواهد بود، اینقدر خنده داره که اصلا. ولی این ویدیو مال همون موقع است و کلی خاطره، کلی خاطره. ان شاء الله زنده یاد معینی کرمانشاهی هم شاعر این بله. این شعر زیبا, زیبا هستن. البته ایشون در قید حیات هستن هنوز. بله، من عذرخواهی میکنم، مختر شما رو ببخشن. انشالله که زنده باشن سالیان سال. و اما به هر حال وقت داره سری میگذره، یکی دو تا دیگه هم میوزیک ویدیو داریم که از کارهای حامد نیکپی میخواییم براتون پخش بکنیم. حامد جان، وقتی که وقت داری، که حالا میدونم بیشتر ما اینجا همیشه وقت نداریم، چی کار میکنی؟ ورزش دوست داری بکنی؟ بری بگردی؟ من نمیگم ورزشکار هستم، ولی چیزی که الان بیشتر بهش تمرکز دارم در این سالهای اخیر به این نتیجه رسیدم که واقعا در حالا در آمریکا هست، به خاطر تغذیه‌ای که در اینجا هست، به خاطر استرسی که در جامعه وجود داره ناخودآگاه، ورزش رو دوست دارم، شنا رو خیلی دوست دارم، ولی بیشتر هر کاری میکنم آخرش به موسیقی یه ربطی داره. ولی در کنار اون یه ولی یه چیزم دوست دارم که منتها زیاد جلوی بچه ها لطفا جلوی تلویزیون نشناخوشونه، من بایک رایدینگ هم دوست دارم. من موتورسیکلت رو هم میرونم دوست دارم. هارلی دیوید از خانواده هارلی دیویدسون، بعد توضیح بدیم بهش میگن ماسل بایک دیگه، 750 سی سی. واو،
واو چقدر توی پی سی ایچ کنار دریا قشنگ لطف داره. ولی خواهش میکنم مواظب باشین با سرعت 2 کیلومتر در وان میریم چون صدامون لازم داره. اوکی ویری گود. از لانگ ازی که تون داری شیطنت نکنید. مادرم هم نشنوه اینو لطفا. نه نه ماما نشنوه این تیکش رو بیپ قطع کردیم. و اما چه موسیقی های بیشتر گوش میکنی؟ من به طبع موسیقی فلامنکو رو خیلی گوش میکنم از سال گذشت، از همون سالی که با بچه های فلامنکو نواز ایران با عماد کار رو شروع کردیم. جا داره بگم عماد بنکتور که من اولین کسی بودن که تو بندشون من کار فیوژن فلامنکو رو آغاز کردم. شاید کمترم فرصت بوده که این رو بگم، ولی همینجا امیدوارم یه بستگانی دوستی عزیزی بشنوه و گوشش برسونه که ازش متشکرم. موسیقی فلامنکو گوش میکنم و خود فلامنکو هم تونهای مختلفی با خواننده های مختلفی توش هست. من السیگالا رو گوش میکنم، بویکا رو گوش میکنم، نینا پاستورینا از اون زاویه. موسیقی پرتغیز هم گوش میکنم، مریزا، مرسدس سوسا گوش میکنم، موسیقی یکی از بزرگای موسیقی بله، لاتین بله. و اینا موسیقی است که زیاد گوش میکنم و ولی همه سبکی رو گوش میکنم چون هر کدومی الهام بخش یک نقطه تو ذهن یا ملودی ساز میتونه و زیبایی خودشو داره. خب چون دقایق پایانی هست لطف کن برامون بگو حالا که اومدین لس آنجلس پروژه‌ای که در حال حاضر روش داری کار میکنی و میدونم برات خیلی عزیزه چی هست و چرا همچین تصمیمی گرفتی؟ من در این فرصتی که اومدم اینجا دلم برای یه کاری تنگ شده بود. در سالهای اولی که به سان فرانسیسکو مهاجرتم شروع کردم به تدریس و تمرکز خیلی زیادی روی درس دادن داشتم. به کار تدریس علاقه دارم، حتی ورکشاپ هایی رو در دانشگاه استنفورد داشتم، در دانشگاه برکلی داشتم و در پرژن سنتر برکلی. و بعد از یکی دو سال استاپ شد، اینجا خیلی هوس کردم که کار رو دوباره شروع کنم. الان با یک ورکشاپ تصنیف خوانی، صدا سازی و اصول اجرا که همه اینها تاپیکای هست، موضوعی هست که باش این ورکشاپ رو انجام خواهم داد، از هفته پیش شروع کردم. ولی چون یک سری از عزیزان نتونست هفته پیش بیان، این کار رو دوباره فرش ادامه یک جلسه بهش اضافه کردم. 3 تا 1 شنبه 3 جلسه‌ای هست، 3 ساعته هست در سانتا مونیکا که آدرسش رو از فن پیج من در فیسبوک میتونن پیدا بکنن. وقت هر کسی میتونه بیاد یا باید بله. یه سابقه و برای صدا داشته باشه؟ بر نه، برای این دوره که گذشت. خب معمولا کسی که این کار رو میکنن یک علاقه ای ذاتن دارن، یک تحصیلی دارن، ولی جوری که من برنامه ریزی کردم همونجوری میگم اصول مقدماتی صدا سازیه. یعنی اگه شما صدا هم نداشته باشین، پس امیدی برای من هم هست مثلا. خانم صدا شما که از گوینده هستین، صد صدا قشنگ. ولی عزیزایی که شرکت کردن جلسه پیش فکر میکنم کلاس خوبی برگزار شد، کلاس گروهی هست. اگه کسی مثلا خجالت میکشن یا دلشون نمیخواد به صورت جلوی هم بخون، نه اینجا من درس میدم، گروهی با هم اجرا میکنیم. اگر هم کسی مایل باشه که بخواد اجرا بکنه، من خوشحال میشم اجرا بکنه. ایراداشو بگم یا چیزی که میدونم بهش اضافه کنم. کلاس خوبی خواهد. هر گروه سنی هم میتونه مرحب باشه. آزاده، از 8 از 9 ساله تا 99 ساله. بله، ولی اگر که دوست داشتین این یک شنبه ساعت 3 در سانتا مونیکا در استودیو دنس خانم پگاهی اونجا بله. ایشون به من لطف کردن و اونجا در اختیار من گذاشتن که این کلاس رو شروع کردیم. خب خیلی خوشحالم به کاری که دوست داری که اونم تدریس هست. الان مشغول هستی. خب. قدمت خوش به لس آنجلس. خوشحال هستیم که بالاخره شما رو هم کشوندیم ما به LA. اینجا در کنار خودمون هستی، بیشتر میتونیم ببینیمت و امیدوارم که بتونی به خاطر ریلیس CD جدیدت وصل تو Reaching You هم بتونی کنسرت های متعددی رو در لس آنجلس، هومه، نیشن واید، اینترنشنالی، هرچی که دوست داری اجرا بکنی، به روی صحنه ببری، چون کارت بسیار زیبا، متفاوت و یونیک است و طرفداران بسیاری رو هم به کارهای خودت و هنرت جلب کردی. با بهترین آرزوها برای حامد نیکپی، همه شما عزیزانی که بیننده این شو بودید که در خدمتتون بودیم. جمعه ها 5 تا 6 برنامه لایف ویت سوزی. یادآور میشم که اگه به یوتیوب سری بزنید و روی کانال یوتیوب اسم سوزی خاتمی رو سرچ بکنید، من تمام برنامه های لایف ویت سوزی رو روی یوتیوب آپلود میکنم. بنابراین اگر احیانا یه برنامه رو میس کردید در گذشته، میتونید برگردید و اون رو از طریق یوتیوب چنل و برنامه لایو ویت سوزی دنبال بکنید. I've become very high tech. و اما یک میوزیک ویدیو اگه فرصت باشه از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم که برامون پخش بکنن. بین 4 و 5 کدومش رو برامون بذارن؟ چون یک دونه بیشتر وقت نداریم، بقیه رو گذاشتن بین بن مایروخ.
اوکی، پس آخرین میوزیک ویدیو رو آقای آریا محبت کنید برای دوستان بیننده تا جایی که وقت اجازه میده پخش بکنید. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزومندم. And have a nice weekend everyone. مرسی حامد عزیز. مرسی از شما که منو پذیرا بودید. شب شما هم بخیر باشه. گلستانم آرزو بکشای لب که قند فراوانم آرزو بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو بکشای لب که قند فراوانم آرزو گفتی زناز بیش مرن جان مرا گفتی زناز بیش مرن جان مرا آن گفتنت که بیش مرن جان